سلام دوستان، همونجور که وعده داده بودم امروز روز 7/1/2018 هستش، 7 ژانویه، و با این موضوع که چطور قدرت مکالمه رو بالا ببریم و برای اینکه بتونیم چطوری با آلمانی ها دوست بشیم و از اینکه باهاشون مصاحبت میکنیم آلمانیمون رو تقویت کنیم چطوری میتونیم این کار رو بکنیم. خب برای اینکه بتونم به این سوالتون جواب بدم باید در واقع چند تا سوال ازتون بپرسم و سوالات اینا هست: الان چه مدته که در حال یادگیری آلمانی هستید یا اتریشی؟ در این مدت چه مطالبی رو بیشتر خوندید و در منزل چی میبینید، چی میشنوید و با چه کسانی صحبت میکنید و بیشتر زمان خود رو با چه چیزی سپری میکنید؟ آیا یادگیری رو با تکنیک پیش میبرید یا با روش‌های سنتی؟ در واقع همون خوندن تا یاد گرفتن. خب، سوال اول بود: چه مدت هست که در حال یادگیری آلمانی یا اتریشی هستید؟ بچه‌ها، زبان آلمانی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین زبان‌های دنیا است. یه اطلاعات بهتون بخوام بدم، این که اولین زبان سخت‌ترین در واقع زبان دنیا، زبان فنیشی یا همون فنلاندی و مجارستانی هست و شنیدم خوندم که دهمین زبان سخت دنیا در واقع تازه آلمانی هست. یعنی زبان‌های از این سخت‌تر هم داریم. ولی حالا برگردیم به موضوع. اگر زیر یک سال هست که دارید زبان آلمانی رو یاد میگیرید، توقع نداشته باشید که بتونید در هر موردی صحبت کنید. من خودم الان 6 ساله که دارم زبان آلمانی یاد میگیرم، ولی تو خیلی موارد نمیتونم صحبت کنم چون کلمات تخصصی در اون زمینه رو ندارم. نمیدونم چطوری باید در اون خصوص جمله بندی کنم، در مورد قضاوت، در مورد پزشکی، در مورد تعمیر ماشین، در مورد نمیدونم اتومبیل و نمیدونم جنگ افزار. این چیزا من هیچ اطلاعاتی ندارم، نه هیچ وقت خوندم، نه هیچ وقت تمایلی داشتم که بخوام در موردشون بدونم. هیچ وقت هیچ داکومنت فیلمی، هیچ فیلم مستندی در موردش نگاه نکردم که بخوام بدونم. پس نمیتونم در اون مورد به حرفی داشته باشم برای زدن. و همیشه از بزرگان و در واقع آدم های اندیشمند شنیدیم که گوش دادن بسیار بهتر از حرف زدنه. اگر یه جای قرار گرفتین که دارن همه در مورد یک موضوعی صحبت میکنن که شما نمیفهمید یا نمیدونید، در واقع نمیفهمید، نه نمیدونید چی هست و چی میتونید آیا جمله‌ای بگید یا نه در اون خصوص، هیچ ایرادی نداره. مثلا شما تو کشوری هستید مثل آلمان که مردمش فهمیده هستن، مردمش اهل مطالعه و دانش هستن و اونا میدونن ندونستن عیب نیست. تلاش نکردن برای یاد گرفتن هست که عیبه. اگر نمیدونید هیچ مشکل نداره، فرصتی نشده تا اون چیزها رو بدونید. ممکن شما خیلی چیزهای دیگه ای رو بدونید. چیزی که من خودم خیلی واقعا بهش افتخار میکنم، در مورد طب سنتی خیلی میدونم، چون مدتی رو به خاطر مسائل خصوصی زندگیم من با پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکردم و مادر بزرگ من در مورد هر چیزیه که طب سنتی داشت، برای سردرد، برای چشم، برای گوشتر، یه چیزایی میگفت که من حتی باورتون نمیشه خیلی موارد یهایی میبینم که توی مقاله های علمی همین آلمان نوشته شده مثلا برای گوشتدرد از سیر استفاده کنید، چیزی که مادر بزرگ من 15 سال پیش این چیزها رو به من گفته بود. پس میخوام بهتون بگم که دلیلی نداره شما از همه چیز سر در بیارید و بتونید در موردش حرف بزنید. و اگر به موضوعی علاقمند هستید، اگر به اتومبیل علاقمندید، اگر به آرایشگری علاقمندید، اوکی، بشینید در مورد اون بخونید، بشنوید، ببینید. یوتیوب پر هست از هر چیزی که اراده کنید. شما با دیدن 5 تا فیلم مستند در مورد اتومبیل میتونید 20 دقیقه در مورد اتومبیل صحبت کنید، چون کلمات تخصصیش خواهید داشت. سوال دوم، همونجور که تو صحبت های الان هم گفتم، در این مدت چه مطالبی رو بیشتر خوندید؟ ببینید، در واقع شما اون چیزی رو که میخونید، آلمانی ها دقیقا این دو جمله رو میگن، میگن آنچه که میخونید میشوید و آنچه که میخورید هستید.
در مورد اینکه میخورید هستید بسته به سلامتی داره. یعنی منظور این که اگر مواد شیمیایی میخورید، همش نمیدونم چیپس و چیزهای سرخ کردنی و اینجور چیزها میخورید، خب اثرات بعدش رو هم باید منتظرش باشید. ولی اگر مواد معدنی و مواد مفید میخورید، از میوه‌جات بیشتر استفاده میکنید، مسلما منتظر فوایدش هم میتونید باشید. ولی در مورد این که باشید بچه ها، این چیزها رو من میگم، نمیخوام از شاخه به شاخه دیگه بپرم، همین ها رو میخوام بهتون بگم که آلمانی ها به چه چیزهایی فکر میکنن، چه چیزهایی میگن و اینکه چه مطلبی رو بیشتر میخونید. خب وقتی که شما در مورد نمیدونم چشم پزشکی یا کامپیوتر یا بازی های کامپیوتری وقتی که میخونید میدونید، میتونید با همون اقشاری که به اون افرادی که اقشاری که به اون علاقه مند هستن ارتباط برقرار بکنید. و پس خیلی مهم است که چی میخونید و چقدر میخونید و به چه هدفی دارید میخونید. پس شد چی میخونید، چقدر میخونید و با چه هدفی میخونید. پس باید این رو برای خودتون روشن کنید. و قبل از این که بخوام سوال بعدی برم بچه ها، یه چیزی که در مورد آلمانی ها میتونم بهتون بگم این که آلمانی ها اهل نوشتن هستن. اگر کاری رو میخوان انجام بدن، حتما توی یه دفترچه، توی تقویمشون همونجور که میدونی یادداشت میکنن. از الان مینویسن که 15 ژوئن مثلا 2019 من میخوام زبان چینی رو یاد گرفته باشم. و چون میدونن هدفشون این هست و یه جایی برای خودشون یادداشتش کردن و توی تقویمشون هست و مدام جلوی چشمشون هست، هیچ وقت یادشون نمیره که میخوان همچین کاری کنن. من و شما خیلی برنامه‌ریزی ها تو ذهنمون میکنیم ولی هیچ وقت تلاش براش انگار نمیکنیم، ولی اونها برای برنامه‌ریزی هاشون تلاش میکنن. در منزل چه میبینید، چه میشنوید و با چه کسانی صحبت میکنید؟ یک چیز رو میخوام بگم که جنبه انتقادی نداره، فقط میخوام بگم که این هست. توی خونه ایرانی ها اکثرا موقعی که من میرم یا خونه افغان ها دوستان موقعی میرم، میبینم که تلویزیون روشنه. اگر سمارت داشته باشن تلویزیون روشنه، اگر نه لپتاپ روشنه، اگر نه موبایل روشنه. یه موزیک ایرانی در حال خوندن هست و یه پلیلیست هستش و باهاش میخونن و نمیدونم اینجور چیزها. اصلا انتقاد بهش نمی کنم. اگر اونجوری خوشحال هستین و شاد هستین هیچ مشکلی نیست، ولی اگر میخواین زبان آلمانی یاد بگیرین، نیاز ندارین که شما مسلماً مداماً زبان فارسی رو بشنوید یا زبان افغانی رو بشنوید. شما نیاز دارید که زبان آلمانی رو بشنوید. یه دوستی دارم افغان زبان، خیلی هم زبان آلمانیش خیلی واقعاً خوبه. من یادم نمیاد که این من برم خونش و چیز فارسی با هم دیگه نگاه کنیم یا گوش بدیم. و موقعی که میری تو خونش همیشه رادیوش روشنه، میگه هاوبسخه آلمانی باید بشنوم. همیشه براش مهمه که آلمانی تو گوشش باشه و کاملا روش صحیحی هست. شما اون چیزی که میشنوید خود ناخواسته در واقع توی ذهنتون جا میگیره، مثل یک کودک، مثل یک نوزاد. نوزاد زبان رو از چی یاد میگیره؟ از شنیدنهاش یاد میگیره. و میگن موقعی که اولین کلمه رو نوزاد میگه، یک بچه میگه، 5000 کلمه در ذهنش داره تا میتونه کلمه اول رو بگه. پس این نکته رو هیچ وقت فراموش نکنید. اون چه که میبینید و میشنوید و اون چه که میبینید بچه ها، بازم میگم انتقاد از کسی نمی کنم، ولی وقتی که خونه ایرانی یا دوستای ایرانیمون میرم، میبینم که این قضیه هم وقتی که ما مهمونشون نیستیم هم همین هست که نمیدونم سریال فارسی میبینن، افغانی ها خیلی فیلم های هندی نگاه میکنن، موزیک ایرانی گوش میدن، استنداپ های روی کمدی رو چندین و چند صد بار گوش میدن، جناب خان گوش میدن یا هر چیز دیگه، اصلا حفظ هستن اینقدر که گوش دادن. خب اگر وقتمون رو بگذاریم برای داکیومنت فیلم ها و نمیدونم دیدن و شنیدن در مورد یک مطلب علمی که به زبان آلمانی هم هست، یا حتی همون استنداپ اگر گوش میدید به زبان آلمانی گوش بدید، البته خیلی توصیه نمی کنم این رو، ولی سریال ها رو به زبان آلمانی ببینید. موزیک آلمانی به نظر خود من اصلا هیچ کمکی به یاد گرفتن زبان آلمانی نمی کنه. در مورد موزیک میتونم نظر خودم رو بگم که هیچ کمکی نمی کنه، ولی دیدن فیلم و سریال با زیرنویس، بدون شک با زیرنویس،
خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. برای که اون چیزی رو که ببینید بچه‌ها میگن که موقعی که مغز آدم یک جدول آماری خیلی زیبا هم داشت که متاسفانه یادم رفت واقعا براتون درستش کنم، یعنی بگردم پیداش کنم، ولی وقتی که شما یک سریال رو با زیرنویس میبینید، گوشتون داره میبینه، گوشتون داره میشنوه، چشمتون داره میبینه و ذهنتون، چشمتون در واقع، و مغزتون داره میخونه، یعنی تمام حواستون به این زبان آلمانی هست. اگر دیدن رو و خوندن اون متن‌ها رو ازش کم کنیم، انگار یه چیزی از دست دادیم. یا اگر فقط رادیو باشه، دیگه اون تصاویر نیستن که بهتون کمک کنن که از مطلب سر در بیاریم، بدونید همیشه در مورد چی داره صحبت میشه. و اینکه چه فیلم و سریالی ببینید، توصیه اکید من نیست که حتما فقط مستند ببینید، ولی مستند حتما ببینید، چون فیلم و سریال ها بچه ها یه سری مکالمات روزانه و تکرار شونده هستش، همش در مورد عشق و عاشقی و نمیدونم پلیسی و این کی و اون کشته و اینجور چیزا هست، ولی مطالب علمی در مورد در هر چیزی میتونه باشه، در مورد زنبور و هوا و طبیعت و گیاه و نمیدونم اقتصاد و سیاست و هر چیزی میتونه باشه. پس حتما تا میتونید فیلم های آلمانی با زیرنویس ببینید. و چه ایرادی داره؟ باور کنید من با دو تا ایرانی و یک افغانی توی همدیگه توی یک وگه با همدیگه زندگی می کردیم، ما با هم آلمانی حرف می زدیم. بعضی وقتا خودمونم از حرف زدن همدیگه خندمون می گرفت، اون یکی کلمه رو یکمی بامزه می گفت یا مثلا اشتباه می گفت. هیچ وقت یادم نمیره یکی از دوستان می خواست بگه واسا شوتس کوپ فاگر، گفتش که واسا کوپ شوتس فاگر. این اصلا برای ما شده بود یه مدت واسه خنده، ولی به همدیگه تمسخر نمیکردیم همدیگه رو، ولی باب خنده بود در واقع. و میخوام بهتون بگم که این که بتونید با همدیگه آلمانی صحبت بکنید توی خوابگاهتون، توی خونتون، توی هر جایی که هستید، هیچ ضرری نمیکنید. من و شماها 20 سال 25 سال 30 سال نمیدونم 10 سال فارسی رو حرف زدیم، فارسی رو اندازه کافی بلدیم، نیازی نداریم که بهترش بکنیم توی مکالمه حداقل. پس تا اونجایی که میتونید آلمانی صحبت کنید با دوستاتون، توی خونه، با همکاراتون. بیشتر زمان خود را با چه چیزی سپری میکنید؟ اگر میخواین مکالمه آلمانیتون خوب بشه، زبان آلمانیتون خوب بشه، بیشتر وقتتون رو باید با زبان آلمانی سپری کنید. اگر وقت این نظر من هستش البته که مسلما نیاز دارید که پیاده روی کنید، مسلما نیاز دارید که فارسی صحبت کنید، مسلما نیاز دارید که بازی‌های کامپیوتری و موبایل و اینجور چیزا کنید، ولی چقدر؟ هیچ وقت با خودتون منصف بودید که یک هفته برای خودتون یک کاغذ به دیوار وصل کنید و بنویسید که من امروز 5 ساعت آلمانی خوندم، 8 ساعت بازی کردم، 2 ساعت نمیدونم تلویزیون نگاه کردم و 7 ساعت خوابیدم، و برای خودتون آخر هفته مشخص کنید که اوکی من تو این هفته 7 تا 24 ساعت وقت داشتم که از اون 7 تا 24 ساعت چقدرش رو آلمانی یاد گرفتم، و اگر هدفم یاد گرفتن آلمانی و کار کردن توی این کشور هست، چقدر برای اون کار خودم زمان گذاشتم و انرژی گذاشتم. آیا هیچ وقت با خودتون منصف بودید؟ پس بیاین با خودتون منصف باشین و ببینید که زبانتون رو، زمانتون رو ببخشید برای چه چیزی بیشتر صرف میکنید. و روش مسئله آخر و اینو کوتاه میگم که با چه تکنیکی دارین زبان یاد میگیرین؟ با چه تکنیکی دارین یاد میگیرین؟ تکنیکی که ما بسیار غلط توی مدرسه، دوره مدرسه به ما یاد میدادن، میگن اینقدر بخونید تا یاد بگیرید، که این رو آلمانی ها انجام نمیدن. آلمانی ها با تکنیک یاد میگیرن. این که چطوری تکنیکی یادگیری داشته باشین، دو تا ویدیو من در مورد تکنیک یادگیری توی کانالم دارم، یه ویدیو در مورد تکنیک یادگیری آرتیکل توی کانالم دارم، یه دونه تکنیک یادگیری به وسیله گوشی موبایل توی کانالم دارم که متاسفانه خیلی کم هم دیده شده. من نمیگم بهترینه، ولی یک روش خیلی عالی هست و اصلا هم اختراع من نیست. من نه کشفش کردم نه اختراعش کردم. اینها روش های
پیشرفته آلمانی ها هست، یک آقایی هست به نام توبیاس بارتل، یک از هوشمندترین و باهوشترین آدم های دنیا هست. من تکنیک اون رو که خودش به زبان آلمانی توضیح میده رو به فارسی ترجمه کردم. اول ویدیوم هم اینو میگم، مال من نیست، کل ویدیوم هم زیرش اسم اون توبیاس بارتل نوشته شده، مال من نیست بچه ها. یک روش خیلی عالیه، خواهش میکنم برین دنبال روش درست یادگیری. اولین هدیه ای که پدر من یادم هست به من داد، من اول دبستان بودم، یک کتاب به من هدیه داد، اسمش بود روش صحیح مطالعه. خیلی مهمه که شما چطوری مطالعه میکنید، توی سکوت یا با موزیک یا نمیدونم رو به دیوار سفید یا نمیدونم دیواری که پر از عکس روی میزتون چی میگذارید. اینا مهمه، اینها مهمه که شما چطوری یاد میگیرید. اوکی، حالا یک چیزی که برای همه خیلی جالب بود این بود که حالا چطوری با آلمانیا دوست بشیم، در چه مورد اینا حرف میزنن. یه چیزی که بچه ها اولین چیز میخوام بهتون بگم اینه که چشمای آدم حرف میزنن. شما این که به یک نفر چطوری نگاه میکنید خیلی مهمه. تو این عکس سه تا نگاه رو دارید میبینید، کدوم نگاه به نظرتون نگاه جذابتر بهتر هستش؟ اون آقایی که الان دستش رو مثلا انگشت اشارش رو روی لبش گذاشته، یک من نگاهش رو حقیقت دوست ندارم، احساس جالبی تو این نگاه به من دست نمیده. پس اینکه واقعی که میخواییم با آلمانی یا صحبت بکنیم، بدونید که هر کسی زبان چشماش حرف میزنه، میدونه به کجا نگاه میکنی، چطوری نگاه میکنی خیلی مهم هست. سعی کنید که مثبت نگاه کنید. این آقایی که اینجا هستش، این نگاهش پر از سواله، این نگاه خیلی صادقانه ای داره به نظر من. ولی این خانوم هم بازم یک نگاهش خیلی جالب نیست به نظر من، احساس میکنم تو نگاهش یک حسودی من دارم میبینم، خیلی جالب نیست به نظرم طرز نگاه کردنش. اوکی؟ پس سعی کنید که مثبت نگاه کنید. من این عکس رو گشتم پیدا کردم، به نظرم میومد که ببینید بچه ها با لبخند حرف زدن، با چشمای صادقانه حرف زدن بدون این که بخواید نظری به یک نفر داشته باشین یا قصدی داشته باشین از اون دوستی داشته باشین، وقتی که واقعا اونجور باشه تو چشماتون هم اون قابل دیدن هست. پس سعی کنید که خیلی خوب نگاه کنید، واقعا مهمه که دارم بهتون میگم. بچه ها من میخواستم اول ویدیو اینو بگم ولی یادم رفت، من توی زندگیم توی آلمان فقط توی جامعه ای زندگی کردم. اول که توی ویگه بودم، با یه تعداد ایرانی بودم، با یه تعداد آلمانی بودم، اتاق ما همه ایرانی بودیم و افغانی بودن. بعدش هم که اومدم توی خوابگاه دانشجویی بودم، بعدش الان سر کار هستم، توی کلاب‌های مختلف شرکت دارم که باشون عضو هستم، توی لاین کلاب عضو هستم که مدامن با افراد جامعه در ارتباط هستم. فقط انگاری توی خواب من با اینا در ارتباط نیستم، صبح میرم سر کار یا توی خوابگاه بودم، عصر توی خوابگاه برنامه داشتیم، نمیدونم توی دانشگاه بودم، تمام مدت من با آلمانی ها در ارتباط بودم و خیلی تجربه کسب کردم و دوست دارم این تجربیات رو در اختیارتون بذارم. امیدوارم واقعا به دردتون بخوره. بچه‌ها این عکسو گذاشتم که بهتون بگم که آلمانی ها همیشه وقت برای همدیگه ندارن. ما ایرانی ها اگر وسط کلاسمون، وسط درس خوندنمونم اگر کسی بهمون پیام بده، احتمال خیلی زیاد بهش جواب میدیم. ولی اینها اینطور نیستن. شاید پیام تو ببینه و داره درس میخونه، داره تمرکزش روی نمیدونم یه چیز دیگه هست. اگر پیام تو دید جوابتو نداد، ناراحت نشو. چون اینا برای اون روزشون برنامه دارن، اون روز به خودشون قول دادن که این کتاب رو تموم کنن، این درس رو تموم کنن، این آوسبیلدونگشون این مسئله رو تموم کنن. پس بی خود و بی جهت ناراحت نشین اگر پیامتون رو جواب نمیده. اوکی؟ تصویر بعد، اگر حوصله‌تون سر رفته سعی نکنید به 5 تا دوستتون پیام بدین. یه چیزی دارم بهش میگن، خود آلمانی ها میگن بمباردیرون، یعنی انقدر بهمون پیام میده انگار داره بمبارون پیاممون میکنه. وقتی که حوصله‌تون سر میره سعی کنید با یه کتاب، با یه خوندن یک چیزی رو سر خودتون رو گرم کنید.
و یک چیزی در مورد پیام دادن، مخصوصا اگر به خانوم ها دارین پیام میدین، بهتون بگم پیام هاتون کوتاه و صحیح باشه. پیام طولانی حوصله سربره، هیچ کس حوصلهش نمیشه که 6-7 خط پیام رو بخونه. اصلا این SMS مخفف Short Message System، یعنی پیام کوتاه. بی دلیل هم اسمش پیام کوتاه نیست. پس پیام های کوتاه و صحیح بدین، سعی نکنی قصه تعریف کنین توی پیام هاتون، حالا چه به فارسی اگر می نویسین و چه به آلمانی اگر می نویسین، و صریح و صادقانه پیاماتون رو بنویسین. توصیه بعدی که دارم در مورد نوع پوششتون هست. به خانوم ها توصیه میکنم خیلی آرایش نکنید. آلمانی ها دوست ندارن، خودتون هم میدونید، ولی این کار رو ادامه میدید. برای فرهنگ ما کاملا جا افتاده و بدون مشکل هست، ولی آلمانی ها آرایش زیاد رو مثبت نمیدونن. کسانی توی آلمان و اروپا آرایش زیاد میکنن که جزی از جامعه هستن، ولی خیلی عضو جالبی نیست، خیلی قشنگ نیست، خوب نیست. و به آقایونم توصیه میکنم که لباسهای خاص نپوشید، لباسهایی که نمیدونم، من زیاد دیدم که مثلا چفیه های قرمز و سبز میندازن گردنشون، یا دستبند میبندن، یا گردنبند میبندن، یا نمیدونم شلوارهای سبز نظامی میپوشن، یا پنج رنگ لباس میپوشن، نمیدونم این کاپشن هایی که ما توی ایران بهش گفتیم کاپشن پرواز. و بچه شما توی اروپا دارین زندگی میکنین، پس طرز لباس پوشیدن یک ایرانی یا یک افغانی توی این کشور چجوری بگم، منحصر به فرد خواهد بود، یعنی متضاد خواهد بود، تفاوت خواهد داشت. پس اینکه چی میپوشید، چجوری میپوشید خیلی مهم هست. سعی کنید که مثل خودشون لباس بپوشید، ساده لباس بپوشید و از استفاده بیش از حد از زیورآلات پرهیز کنید. توصیه من به شما هست، میتونه سر درست نباشه، خواهش میکنم کسی دلگیر نشه از حرفایی که میزنم، من فقط هدفم به شما کمک کردنه، و اگر چیزی باب میلتون نیست خواهش میکنم دلخور نشین. و زود دل نبندی. اگر یک نفر با شما دوستی میکنه یک هفته دو هفته، اینها مثل ما نیستن، اینها میخوان بشناسن و ممکنه یهویی سر یه مطلبی خوشش نیاد. پس دل نبندید، و اگرم دل میبندید منتظر مشکلاتش باشین. آلمانی ها میگن عاشق شدن دو تا چیز در پی داره، یا درد یا تحمل. پس به خاطر همین سعی کنید که به موقع به یک نفر دل ببندید و دلخور نشید اگر اینکه یک باره شاید جواب پیاماتون رو نده یا نخواد که باهاتون دوستی داشته باشه. این خصوصیت اخلاقیشون هستش و میتونید مسلما تلاش کنید که دوباره دوستی رو برقرار کنید، هیچ کس مانع اون نیست، ولی چجوری این کار رو میکنید باز هم مهمه. این عکس رو گذاشتم که بهتون بگم که با قرار اول تلاش نکنید که با یک نفر خیلی صمیمی بشید. اینها این باور غلطی که ما داریم که فکر میکنیم که اینها آماده هستن برای این چیزها، تجربه من میگه که اصلا اینطور نیست. باید حداقل دو بار سه بار با شما بیرون بیاد، پیاده روی بیاد و بهتون یک علاقه کوچیکی به هم بزنه که بتونید کمی بیشتر باهاش صمیمی بشین. پس قولتون پیشا پیش دوستیتون رو خراب نکنید. یکی از دوستان عزیزمون نوشته بودن که احساس میکنم آلمانی ها دوست ندارن با من حرف بزنن. این احساستون میتونه درست باشه ولی میتونه هم غلط باشه. بچه ها ببینید، ما
از همه کشورهای دنیا توی آلمان و اتریش الان دارن زندگی میکنن. اون آقای آلمانی یا نمیدونم دورگه آلمانی یا هر چیزی ممکنه یه همسایه بد داشته باشه که از شانس بعد شما هم یا ایرانیه یا افغانیه یا نمیدونم عرب زبانه یا هر چیزی. و فکر یعنی وقتی که فرض کنید همسایه هر شب ساعت مثلا 2 شب موزیک گوش میده یا نمیدونم سر و صدا میکنه یا راه رو رو کثیف میکنه یا بچه هاش بی ادبن، اون به این ایده میرسه که ایرانی ها اینطورن. پس ممکنه با شما وقتی که میگین ایرانی هستم اصلا یه فاز منفی بگیره، یه حال بد بهش دست بده. اگر فکر میکنید اینطور نیست، که مسلماً هم اینطور نیست که ما بخوایم همه آدمای بدی باشیم یا اذیت کن باشیم، که مسلماً هم اینطور نیست، شما بهش ثابت کنین که نه اینطور نیست. باور کنید من توی دانشگاه 2 تا دختر هم کلاسی داشتم که اصلا از من متنفر بودن، مثلا میدیدم که اصلا خوششون نمیومد. وقتی که توی بحثی من شرکت میکردم تمام تلاششون میکردن که با من مخالفت کنن، ضدیت کنن و نظر من رو بکوبن. ولی ترم 6 جز بهترین دوستای من بودن، هیچ وقت اعتراف نکردن که ما از تو خوششمون نمیاد، ولی تمام تلاشمو کردم که بهشون ثابت کنم که ما خارجی ها میتونیم خیلی آدم های مهربونی باهاتون باشیم، میتونیم بهتون کمک کنیم و من بهشون خیلی کمک کردم. تا اونجایی که میتونستم واقعا بدون اینکه ذره‌ای به این فکر کنم که اینها از من خوششون نمیاد، من بهشون کمک کردم، بهشون نشون دادم که پیش قضاوت کردن کار جالبی نیست و فکر میکنم موفق شدن، چون میگم جز بهترین دوستای من الان شدن. و یکی از چیزهایی که گفته بودیم، گفتیم که آلمانی ها در مورد چه چیزهایی حرف میزنن. بچه آلمانی ها چند تا چیز بهتون بگم، از صحبت کردن در مورد سیاست، در مورد جنگ، در مورد اختلافات قومی و سیاسی اجتماعی بیزارن. شاید از شما بپرسن که خب حالا توی کشورتون چجوریه، اونجا چجوری بود، اینجوری، ولی از اینکه بخوان دائم در مورد سیاست و اینجور چیزا حرف بزنن بیزارن، چون نه علاقهی بهش دارن نه نیازی بهش دارن. پس ببینیم در مورد چه چیزایی حرف میزنن. دوستای خود من توی خوابگاه دانشجویی توی دانشگاه وقتی که خواستیم غیر از چیزی در مورد درس حرف بزنیم، یادم نمیره اولین مطلبی که من خیلی تعجب کرده بودم آلمانی ها در موردش حرف میزنن، باورتون نمیشه، حدود 3 ساعت در مورد ترکیبات نان داشتن صحبت میکردن که من از اون نونوای خرید میکنم به این علت، من این فلان چیز رو نمیتونم تحمل کنم، بدنم حساسیت داره، اون یکی یه چیز دیگه تعریف کرد، نمیدونم مادر بزرگم این طوره. و صحبت از این شد که آره شما توی ایران شنیدم نون میپزید، واقعا این طور هست یا نه، تو همچین نونی خوردی یا نه. این شد 3 ساعت ما داشتیم در موردش صحبت میکردیم. خیلی در مورد محیط زیست دوست دارن صحبت کنن، خیلی در مورد حقوق حیوانات دوست دارن صحبت کنن، اکثرا حیوان داشتن تو خونه یا دوست داشته باشن حیوان داشته باشن، در مورد حیوانات خیلی خوب صحبت میکنن. در مورد ورزش خیلی دوست دارن صحبت بکنن، کی ورزش میکنه، چه ورزشی میکنه، چه فوایدی داشته، چه کمر دردی گرفتن، فلان اتفاق افتاده، یا نمیدونم چقدر وزن کم کردن، چقدر تونستن وزن اضافه بکنن. در مورد خودشون به قولن میگن ابنتویا، اون چیزای خاصی که براشون اتفاق افتاده، نمیدونم ابنتویا فارسیش دقیقا چی میشه، سفر خاص، مثلا نمیدونم 3 روز رو من خودم کوهنورد بودم ایران، تعریف میکردم که مثلا یهو 3 روز 4 روز روی کوه بودیم، چه تجربه هایی داشتم، آسمون یه رنگ دیگه بود، ستاره ها رو بیشتر میدیدی، هوا خوب بود، از چشم آب میخوردیم. و اونا خودشون نمیدونم تعریف میکردن که نمیدونم، یکی از دوستامون میگفت که من این چیزا رو تعریف کردم، گفت من همچین چیزی رو توی نروژ داشتم که روی کوه با هم بودیم که هوای رنگی واقعا، هوا آسمون یه رنگ دیگه بود، هوای کیفیت دیگه داشت و این جور چیزا. پس از تجربیات خاصتون میتونین براشون تعریف بکنید، از کشورتون که چه خصوصیات خاصی داره، کجاها رو رفتین، چه چیزهای جالبی داشته، از کیفیت معماریش، از کیفیت شهرسازیش، از کیفیت فرهنگیش میتونین تعریف کنید.
چیزی که آلمانی ها خیلی در موردش صحبت میکنن در مورد کافه هستش، در مورد نوشیدنی ها هستش، در مورد شراب، در مورد آبجو، نمیدونم در مورد قهوه یا چای ایرانی، زعفران افغانی، این چیزها خیلی دوست دارن صحبت کنن. شما مثلا خیلی میتونید تعریف بکنید که مثلا زعفران خاصیت آنتی دپرسیشن داره و مثلا ما توی ایران مثلا چای زعفرانی رو اینجوری درست میکنیم. خیلی موضوع جالبی هست، خیلی براشون کیفیت داره و میتونید براشون یک بار دعوتشون کنین که بهشون بگین که مثلا یه بار چای زعفرانی درست میکنم با هم دیگه بنوشیم. یکی از چیزهایی که خیلی دوست دارن در مورد شرف بزنم غذا هست. عاشق اینن که در مورد غذا صحبت کنن، اصلا سیر نمیشن انگار وقتی که در مورد غذا صحبت میکنن. سیر منظورم اینه که اینقدر دوست دارن در موردش حرف بزنن و خیلی میتونید در مورد غذا و چی میپزیم، از چی میپزیم، چقدر طول میکشه که بپزیم و این چیزا براشون تعریف بکنیم و وقتی که میبینن که شما در مورد غذا اینقدر اطلاعات دارین، احتمال خیلی زیاد دعوت شما برای یک صرف غذای ایرانی یا افغانی یا یکی میدونم غذای عربی رو بدون شک رد نمیکنن. خیلی دوست دارن در مورد این قضیه و حتی میتونید دعوتشون کنین که بیاین با همدیگه آشپزی کنیم. اگر اعتماد نمیکنه که بیاد خونه شما، بهش بگین که من میام خونه تو یا بریم توی خوابگاهمون آشپزی کنیم یا نمیدونم جاهایی هستن توی همین آلمان که شما میتونید آشپزخونه رزرو کنید. بهش میگن اسمش یادم رفت، حالا توی کامنت ها میذارمش، شاید بگردم آدرسش هم پیدا کنم که بهتون بگم که فلان جا هست، مثلا 5 تا گاز هست و 2 تا میز هست، شما میتونید برین اونجا آشپزی کنید. میتونید 4 تا 5 تا از دوستاتون دعوت کنین از آلمانی ها، با هم هم پولش رو شیر میکنین، تقسیم میکنین، میتونید برین اونجا با هم آشپزی کنین. بچه آلمانی ها در مورد تکنولوژی خیلی دوست دارن صحبت کنن، در مورد کتاب هایی که خوندن خیلی دوست دارن صحبت بکنن. همه آلمانی ها وقتی بهشون میگن که مثلا من هری پاتر رو ندیدم نخوندم، استاروارز رو ندیدم نخوندم، مثلا تعجب میکنن، میگن مگه میشه همچین کتاب های خوبی رو تو نخونده باشی؟ هیچ وقت هم وقت نکردم بخونمش که بهم نگن میگه میشه، ولی این هست که نخوندمش، ولی خب کتاب های دیگه خوندم، مطالب دیگه خوندم. خیلی دوست دارن در مورد کتاب و تکنولوژی با هم دیگه صحبت بکنن، چه کتاب های خوندن، چرا از این نویسنده خوششون میاد. هیچ آلمانی نیست که اسم 5 تا نویسنده محبوبش رو نتونه به شما بگه، ولی فکر نمی کنم کمتر ایرانی باشه که بتونه اسم 5 تا نویسنده محبوبش رو بگه، در واقع 20 تا نویسنده بشناسه که 5 تاش محبوبش باشن. و خیلی عاشق بازی کردن هستن و توی هر آلمانی حداقل 4-5 تا بازی تو خونش داره که بازی های کارتی هست. ما فقط یه دونه پاسور تو خونمون داریم و یه دونه منچ تو خونمون حتی اکثر داشته باشیم، ولی اینها اصلا پاسور نمیشناسن، بازی هایی که ما میشناسیم و اینها اصلا نمیشناسن. پس یکی از راههایی که میتونید با آلمانی ها دوست بشین این که بهشون بگین که من دوست دارم بازی کنم ولی بازی ها رو نمیشناسم، با کمال میل براتون توضیح میدن و در حین بازی کردن خیلی میتونید با هم دیگه گپ بزنید، دوست بشید و صمیمی‌تر بشید. و خیلی عاشق کافه کوخن هستن، خیلی دوست دارن که زمانشون رو با این بگذرونن که دور هم بشینن و یک قهوه بخورن و یک کیک در واقع باهاش صرف کنن. نیازی نیست مسلمان اگر بپزید که خیلی بهتره، ولی نیازی نیست حتما بپزید. تو میتونید بگید که چای زعفرانی درست میکنم با کیکش هم از آلدی میخرم، بیا تا با هم دیگه یه روزمونو بگذرونیم، یا اینکه من تهیه میکنم میام خونه تو، یا دعوتش کنید دوستتون رو به یک کافه کوخن. خیلی دعوت با کلاس و جنتلمنی هستش، خیلی بعیده که رد کنن چون توی فرهنگشون هست. و بچه ها یه چیز دیگه، اگر میخواین یک آلمانی رو به جای دعوت کنید، مخصوصا اگر پسر هستید و میخواین یک خانم رو دعوت کنید، بهشون حق بدین که وقتی که نمیشناسته، وقتی که نمیدونه دقیقا تو کی هستی، خیلی راحت دعوت تو رد کنه، بهش بگی بیا خونمون یا بریم نمیدونم خونه تو. میتونید جای دیگه دعوتش کنید، به عمد جای دعوتش کنید که شلوغ باشه، که بدونه، اطمینان پیدا بکنه که شما قصد آزار ندارید یا قصد منفی ندارید.
دو بار سه بار به کافه کوخن دعوتش کنید، به رستوران دعوتش کنید، به پیاده روی دعوتش کنید، تا بتونید که اعتماد یک نفر رو براش جلب کنید که شما چه جور آدمی هستید، چه نوع شخصیتی دارید. مطمئن باشین اینا خیلی زودتر از اون چیز که فکر کنید تشخیص شخصیت ها رو میدن. اینا خودشون تو جامعه مولتیکولتی بزرگ شدن، توی مدرسه 100% چندین خارجی همیشه داشتن. و بچه ها مسئله بعدی، این عکس رو گذاشتم که میبینید که یه نون هست، 4-5 تا نون گذاشتن و یه مربا و حالا کره هم باید مسلمان باش که حالا نمیبینیمش و یه چای. اینا مثل ما نیستن که ببینید پشت سرشون نگاه بکنید، ببینید که خیلی همه چیز ساده هست. اینا مثل ما نیستن که همه چیز رو خیلی مفصل کنن و خجالت بکشن از اینکه مهمون بیاد خونشون و دو نوع برنج و سه نوع خورش نداشته باشن. هدف از دور هم جمع شدن لذت از زمان، لذت از وقت و یک مصاحبت گرم و دوست داشتنی هست. برای غذا به خونه شما هیچ کس نمیاد و هیچ نباید خجالت بکشین از اینکه غذاتون خوب نیست یا نمیدونم مبلمان خونتون خوب نیست. مبلمان رو نگاه کنید اینجا، میبینید که اصلا شاید به ما ایرانی ها بدنش رومون نشه حتی تو خونمون بذاریمش، ولی اینها به این چیزها فکر نمی کنن. مخصوصا اگر دوران دانشجویی باشه هیچ خجالت نداره. و اینکه وقتی که صمیمی میشین با هم خوب، چجوری بگم، اون محبت و دوستیتون رو حفظ بکنید، براشون تئاتر بازی نکنید، آچه اون چیزی رو که هستین بهشون نشون بدین. چون نمیشه که آدم خودش رو در واقع با بقولا شاوشپیلر باشه. نمیتونه، چقدر میتونه آدم شاوشپیلر باشه؟ اگر میدونید و چیزی درتون خوب نیست، درست نیست، پس کنارش بگذارید و سعی نکنید که براشون ادا در بیارین. مطمئن باشین هیچ کس نمیتونه به هیچ کس دروغ بگه. انسان ها توانایی های خاصی دارن که هیچ کس رو نمیتونه، هیچ کس نمیتونه چندین مدت طولانی بهش دروغ بگه به انسان. خب بچه ها، این ویدیو به پایان رسید. حالا چیزی که میخوام ازتون خواهش بکنم این که برام کامنت بذارید، نظرتون در مورد این صحبتهایی که کردم بدین. دوم این که خواهش میکنم اگر حرفی باب میلتون نبود دلخور نشید، قصد بی احترامی و توهین به هیچ کس رو، هیچ زبان رو، هیچ شخصی رو نداشتم و فقط و فقط هدفم کمک کردن به شما عزیزانه. و اینکه یک ویدیو میخوام بسازم در مورد اینکه چجوری ما میتونیم مطالب علمی بخونیم، چه کانال های یوتیوبی موجود هست که بتونیم اینا رو بخونیم و اینکه ببینیم در واقع کانال ها رو و اینکه چجوری زیرنویس رو فعال کنیم و اینها رو میخوام بهتون معرفی کنم و منتظر کامنت هاتون هستم. بچه ها میگم متاسفانه زحمتی میکشم من روی این ویدیو ها ولی خیلی کم دیده میشه. خواهش میکنم این ویدیو ها رو به دوستاتون معرفی کنین، مخصوصا ده لغت رو به دوستاتون معرفی کنین که بتونن اونها هم از این ویدیو لذت ببرن، استفاده کنن و یاد بگیرن. مرسی از محبتاتون، مرسی از کامنتایی که میگذارین. تا ویدیو بعدی همتون به خدا میسپارم. خداحافظ.